ایشالا که خوش خبره. الو، حالا چطوری؟ میتونی حرف بزنی؟ آره آره میتونم. شرمنده بند موقع مزرم شدم، میخواستم بگم من و دوست دخترم و قدیر امشب تو خونمون جمعیم. دوست داری تو هم بیای؟ معلومه که میام، حتما میام. آدرسو که بلدی؟ آره آره پیدا میکنم. باشه پس میبینم ات. باشه فعلا خداحافظ. وای حالا من چی بپوشم؟ آکف اینجا دیگه کجاست آخه؟ نیم ساعته دارم با تاکسی میچرخم. خب با میخواستم یه جای دنج و خلوت باشه، نمیخواستم کسی ببینه. اما تو هم حق داری، خب هرچی باشه تو هم همه چیو به همه گفتی دیگه، لزومی نداره پنونش کنی مگه نه؟ ها؟ خوشت میاداره؟ از این که منو گیر انداختی لذت میبری؟ من واسه اولین بار توی زندگیم دارم یه کار خوب واسه خودم میکنم آکف، این به تو هیچ ربطی نداره. آخه یعنی چی که به من ربطی نداره؟ من واقعا نمیفهمم، از من بار داری؟ بعدش من هرچی فکر میکنم نمیفهمم تو چرا انقدر دوست داری بچه رو به دنیا بیاری. آخه چرا میخوای؟ اگه میخوای به بچت محبت کنی آمادش هست، برو به هاریکا محبت کن. هی آزر من نتونستم درست حسابی واسه هاریکا مادری کنم. بعد از این که به دنیا اومد کنان پرستار گرفت و تو همه چی دخالت کرد، فقط موقعی شیر دادن بچه‌مو میداد دستم. میتونی تصور کنی چقدر عجیبه آخه؟ باشه عجیبه، اما به هاریکا چی میخوای بگی؟ ببخشید دخترم، من نتونستم تو رو بزرگ کنم، برای همین گفتم یه بارم از آکف بچه دار بشم. اینجوری میخوای بهش بگی؟ بیچاره رویش داغون میشه، نابود میشه، میره. من به خاطر هاریکا میگم. این فقط مشکل منه، نمیتونی با بهونه کردن هاریکا منو منصرف کنی. نه خانم، این چه حرفیه؟ اه. من غلط کنم بخوام شما رو منصرف کنم؟ اگه من کی؟ من که میدونم تو زده به سره، فقط دوست دارم بدونم تا کجا میخوای پیش بری. آره زده به سرم، به لطف جناب علی. چی؟ یعنی چی؟ چه ربطی به من داره؟ بعدش هم تو چرا با کنان ازدواج کردی ها؟ یه آدم چرا باید زن کنان بشه ها؟ اونم توی که اینقدر خوشکلی، از چی اون مردی که خوشت اومد؟ چی کار میکردم؟ بابا مجبورم کرد، اون موقع نمیتونستم مخالفت کنم، اون موقع زیاد حالم خوب نبود. مشکل چی بود؟ یکم دیگه گرم میشه. بیا بشین داداش، غذاتو کشیدم. نگو غذاتو کشیدم، بگو سیب زمینیتو کشیدم. چیز دیگه ای تو خونه نداشتیم، جای مسخره کردن شکمتو سیر کن. البته اینکه سیر بشیم یا نه مشخص نیست. چیکار میکنی داداش؟ من گوشتم نیست، شما بخورید. شوخی کردم داداش، سیر میشدم. نه بابا، به خاطر اون bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek